بله، تو آلبوم انتظار عزیزم شورانگیز، طرز نگاهت و همین که فرمودین خود انتظار، 5 تا تونه، تو قبلی ها هم من اینا رو نوشته بودم روی کاغذی، الان ندارم، ولی امید چون دیگه گل رویایی، تو محشری، خب تو محشری گل رویایی خیلی تاثیر داشت توی چیز، براش خیلی خوب بود. بله میتونم بگم همش برای قبل ایشون. قبل از اونم خودت میدونی که بیشتر از من مونا بوده دیگه، ایران منم که اولیش بوده که واقعا یک اثر جاودانه و بی نظیره و همیشه هم خواهد موند. برای آقای ستار عاشق خجالتی، برای آقای عاشق خجالتی خاکی در درویش بشیم، خاکی و بیریاشیم، قفل تن رو بشکنیم، از من و ما رهاشیم. بیا پروانه صفت به دور غم بگردیم، زیر چتر معرفت یک دل و یک صداشیم. زندگی با کبر صفا نداره، عالم فانی بقا نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان، پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان، پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. افتاده شو مغرور نباش، پروانه شو بی‌نور نباش. این همه به مال و منالت نناز، یا این که به حسن جمالت نناز. روز دنیا که منم نداره، خوردن حرص بیش و کم نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان، پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان، پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. آلبوم مثلا اگه این کازه من یه چیز به من میرسوندن از روی میگفتم دقیق تر. بله، در آلبوم گلبانو اونم کدوم، یا گلایه، عاشق خجالتی اولین آهنگش، اولین سیدی گلایه. تو آلبوم بعدیشون هم نمیم کدومش گلبانو کدوم گلایه، تو آلبوم بعدیشون هم خاکی بازم بله. اولین آهنگ سیدیه. بله، هنرمندی که با زمان پیش میره، استاد رادمنش در این دوره که ما واقعا با یک اهریمن بزرگ به نام اعتیاد روبرو هستیم، ترانه زیبای پاکشو رو میآفرینه. چی انگیزه ای باعث شد که شما؟ بله، انگیزه شد که دلم میسوزه برای جوانایی که اعتیاد دارن. و یه روز به جمشید گفتم نمیشه من این کار، ما باید خدمت کنیم به جامعه. شو از آلودگی ای لایق آسودگی، در چنگ افیون تا به کی؟ بازا به سوی زندگی، بازا به سوی زندگی. پاک شو، پاک شو، پاک شو، پاک شو، پاک شو، پاک شو. در چنگ افیون تا به کی برخیش مدیون، تا به کی شرمنده پیش همگان، با قلب پرخون تا به کی؟ در چنگ افیون تا به کی برخیش مدیون، تا
خواب کی شرمنده پیش همگان با قلب پرخون تا به کی پاک شو پاک شو پاک شو پاک شو پاک شو پاک شو کس به جز خودت نیست حلال مشکلاتت هیچ کس به جز خودت نیست حلال مشکلاتت باور بکن همین است تنها راه نجاتت پاک شو پاک شو پاک شو پاک شو پاک شو پاک شو زندان تو در دست خودتاست کلید زندان تو در دست خودتاست خود را از این زندان آزاد کن خود را از این زندان آزاد کن ویرانه را برخیز آباد کن کلید زندان تو در دست خودتاست کلید زندان تو در دست خودتاست خود را از این زندان آزاد کن خود را از این زندان آزاد کن ویرانه را برخیز آباد کن برای اینکه این کلام کلام خداپسندانه است داریم به جوانان هموطنانان میگیم که آقا این کارو نکن چه نمیخوای خار باشی چه نمیخوای گل باشی و تا اونجا که میتونیم در توانمون هست البته خب خودتون جوانایی نیستن که بخوان خار باشن این موقعیت های اجتماعیه که اصولا جوان ها به جایی که به طرف ورزش کشیده بشن به طرف اینجور مسائل کشیده میشن جناب رادمنش خانم شکیرا با صدای زیباشون شما کار خیلی زیبایی هم برای ایشون درست کردید. بله سالها پیش حدود شاید 10 سال پیش در آلبوم آن سوی بیسو ایشون یه کاری از من دارن اما شعرش دیگه مال من نیست من معمولا همه شعرها خودم میگم شعر ترام ولی اون رو دوست داشتم از اشعار بابا طاهر استفاده کردم به نام چرخ گردون بله یه کار از نظر ریتمی کار لنگه بهش میگیم لنگ از نظر ریتمی یعنی نه دو چهارمه نه شیش هشته نه چهار چهارمه بلکه لنگه لنگ های ریتم لنگ یعنی حالا همتنان از این من بدونن ریتم لنگ یعنی این که چند تا میزان های متفاوت رو با هم آمیخته کنیم مثلا دو چهارم رو با سه چهارم اضافه کنیم به جای اینکه از اول دار همشه یک دو یک دو یا بشه یک دو سه یک دو سه میشه یک دو یک دو سه یک دو یک دو سه با این نمیشه دست زد نمیشه حرکتی کرد به همین دلیل میگن لنگ باز یه چیزی یاد گرفتیم شعار شما هست تکنیک، محتوا، زیبایی یعنی این اصول و پایه کار استاد رادمنشه به نظر من هر کار هنری باید این سه بُعد رو داشته باشه تکنیک، محتوا و زیبایی خب فکر میکنم یکی از دلایل انتخاب محل سکونت اینجا دبی به خصوص در این پالم زیبا این
شرایط آب و هوا و دریاست که به شما احساس خوبی رو میده که بیشتر به کارهای خودتون برسین؟ میتونه باشه، بله میتونه. خب آب و هوا خیلی تاثیر، همونطور که عرض کردم گرما رو من خیلی بیشتر از سرما دوست دارم، یعنی بدنم اونطوری میطلبه و مسلما خب اینجا ساحلش هم خیلی زیباست. واقعا این کتاب آخری من که در واقع اینقدر زیاد شد، اشعار کوتاهش رو جدا کردم به نام نکته ها، داره در ایران الان چاپ میشه ولی اصلیاش هنوز مونده که 7-8 ماه دیگه بدم. واقعا نزدیک 300 تا غزل های بلنده که بیشترش در همین ساحل، من وقتی راه میرم ضبطی دارم، یعنی موبایلم شعرها میاد تو مغزم، انگار یکی به من میگه این شعرها رو، یا همین خیابون را میرم. اصلا هر زیبایی آیه یاسی به من الهام میده، هر زیبایی، درخت زیبا، منظره زیبا، ساختمان های زیبا، حتی شما میبینید ساختمان هم زیبا، خدا زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. هره. شما مشخصه تو زندگی هیچ وقت آرامش کاری ندارین و نداشتید و همیشه همینجوری که خودتون مثال یک دایره رو زدید که شما روش قرار دارین و همیشه تغییر و تحولات رو دوست دارید، همیشه دنبال یک چیز جدیدی هستید. الان یک کتاب سومتون رو میدین بیرون، بعدش بعد منتظر چی باشیم؟ موسیقی اصیل، موسیقی پاپ، شعر، ترانه سرایی، آهنگسازی؟ اصلاً که من خوندن رو دوست دارم، همونطور که عرض کردم خانواده ای، برادران و پدرم، خب البته فوت کرد پدرم، اما خوندن تو خونه ماست، من خوندن رو دوست دارم. یکی از اتفاقای جدیدی که داره میفته همه خوندن خودمه، ولی انشالله که همیشه کلامی رو بخونم که به اصطلاح در خور شرایط من باشه، چیز اشتباهی نخونم، که حالا میگم همش هم نصیحت باشه این باشه، ولی به هر صورت بعد من دوست دارم کلام عرفانی رو به جای که بگم یه جوان بخونه که اشتباهست خودم بخونم، متوجه این؟ شما اصلا کن مسافر من میدادم فرض کنیم به یه خواننده جوانی بخونه، اصلا ازش نمیپذیرم، مردم نمیپذیرم. من شاهان همی رفتن کاخا به جامانده رو باید خانم امیر رو بگه، یا مخورگم و گذشته رو باید مهم بگه، وطن وطن، درسته که اینجا بزرگ شدم من، اما خون ایرانی تو رگامه رو باید پویا بگه. اگه برعکس میشد مثلا فرض کنیم پویا میگفت مخورگم یا شاهان همی رفتن، مردم نمیپذیرفتن. اینه که اشعار اینجوری رو من الان چیز بعدی رو که میخوام بخونم، ولی بعد اشکالی هم نداره فیلم کنم یه دو بیتش اینجا بگم. دلا خود نیک پروردن مهم است، به پاکی عمر سر بردن مهم است، چه مدت زندگی کردن مهم نیست، چگونه زندگی کردن مهم است. باری کردم بین آیتی آره. این کار بعدی من انشالله امید خدا. همطور که از کردم مسافر رو، ویدیو مسافر رو فرزند دوست عزیزم که با خودشم دوستم، مهندسی معماری میکنن در اینجا، امین عزیز درست کرده که خیلی زحمت کشیده، خیلی ازش ممنونه، همینجا ازش تشکر میکنم، از امین جان و خانوادهشون. این کار هم امین هی میگه که این که انجام شد که الان من درسام پس میخوام ویدیو کنم. منتظر کارهای جدید از استاد رادمنش خواهیم بود. اینجا سرسده که هم زیاد، اگه موافق باشین با اینکه خیلی زیباست و واقعا دلپذیره نگاه کردن بیرون دریا و این ساختمان‌های زیبا، خیلی نزدیک بله بریم محل کار شما. بفرمایید. بفرمایید.